درسش که تمام میشه میکنه هر کس جرأت داره سوال. حالا اگر نکته‌ای هست ما در خدمت شما هست. جان آقای خیلی ممنون از سخنانتون. راجع به حضرت ابراهیم فرمودین در فلسطین که رفتن چه سالی از جهت سن و سال چه فاصله زمانی با زمان ما داشتن؟ دقیق مشخص نیست. تاریخی رو که یهود مطرح میکنه تقریبا حدود 4000 سال. تخمیناً هم باید حالا یه خورده کم و زیاد همینطورا باشه، چون تا زمان حضرت عیسی 2000 ساله، تا زمان حضرت موسی حدوداً 3500 ساله، یعنی بین 1300 تا 3700 قبل از میلاد گفتن حضرت موسی بود. حالا معدل بگیریم از زمان حضرت موسی تا حضرت ابراهیم گفتن حدود 400 ساله یا 500 ساله، ولی شاید یه خورده بیشتر باشه، چون نسل دوم از ابراهیم حضرت یوسف بود. حضرت یوسف که اومدن بعد بنی اسرائیل در مصر مستقر شدن و بعدم تکثیر شدن. خود حضرت یوسف هم سفارش کرد که نسل زیاد بشه. بعد از حضرت یوسف یواش یواش با بنی اسرائیل سخت گرفتن و آرام آرام اونها رو به عنوان برده تلقی کردن تا نوشتن به حدود 600 هزار نفر رسیدن جمعیتشون. اینا البته 100% نمیتونه دقیق باشه و تخمینی باشه حدودا. شاید در همین 400-500 سال شده باشن این تعداد ها به یه خورده بیشتر. یعنی که حدود تاریخ حضرت ابراهیم و تاریخ بنای خانه کعبه بعد به 4000 حد اقل 4000 سالی میشوند اگر بیشتر نشد. و خود حضرت ابراهیم در جوانی هجرت کردند، در فلسطین اونجا به رسالت الهی برداختند. باز نوشتن در 90 سالگی خداوند حضرت اسماعیل رو به او عطا کرد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حضرت اسماعیل که ذبح شد، یعنی به قربانگاه برده شد، البته ذبح نشد. بعد از او مثلا فرض کنید 16-17 ساله باشن یا 15-16 ساله باشن حضرت اسماعیل بعد داره که و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین در سوره صافات بعد از ماجرای ذبح میگن ما او رو بشارت به اسحاق دادیم. این که بعد یه 20 سال مثلا کوچیکتر از حضرت اسماعیل باشه، حضرت اسحاق تقریبا، که بعد حضرت اسحاق دیگه در فلسطین بودن، دو فرزندشون هم حضرت یعقوب، نسل بنی اسرائیل در فلسطین برقرار شد و نسل اول حضرت ابراهیم از اسماعیل در کنار خانه خدا منتشر شدن که بعد پیغمبر اکرم هم از این نسل. و در حقیقت همزمان دو دین بود، دو شریعت بود. شریعتی که دارای حج بود در کنار خانه خدا و شریعتی که فاقد حج بوده، شریعت حضرت موسی و عیسی در فلسطین. منتها در دین حضرت موسی و حضرت عیسی اعلام شده بود، اونم نه یک بار و دو بار، در به صدا موارد فراوانی که پیامبر آخر زمان در سرزمین حجاز مبعوث میشه. بنی اسرائیل تصورشون این بود که چون نسل برگزیده اند در زمان خودشون، قرآن میفرماید که فضلتکم علی العالمین، باورشون نمیشد که پیامبر آخر زمان غیر از نسل اسحاق و حضرت یعقوب باشه، غیر از بنی اسرائیل. متشکرم. اینکه اینا اومدن به مدینه، یهود در طوایف مختلفی، بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، یهود خیبر، اینا همه اومدن اینجا از سالها پیش متمرکز شدن که
پیغمبر آخر زمان از بین اینها باید مبعوث بشه. و وقتی که پیغمبر اکرم از بنی اسماعیل شد، اینا زینب بار نرفتن. به سمشتر و بهی انفسهم ایک فروب ما انزل الله بقیان ایونزل الله من فضلهی علی میشا من عباده. در آیه 90 سوره بقره 4 نکته رو قرآن مطرح میکنه. میگه این بزرگان و علمای یهود خودشون رو بد فروختن وقتی که به قرآن کافر شدن، یعنی فهمیدن دین دین حقه، پیغمبر رو مثل بچه های خودشون میشناختن. چرا کفر برزیدن؟ به خاطر برقی حالت روح تجاوزگری و سرکشی. چرا این سرکشی درشون به وجود اومد؟ ایان از زلالله من فضلهی علا میشا من عباده. خداوند فضل خودش رو، یعنی پیامبری آخر رو، دین اسلام رو، برده یه جای دیگری قرار داده، باید تو بنی اسرائیل قرار میده. خب در عالم برزخ انسان به شکل مثالی است که نه جسم است نه روح، و نحوه عذاب و پاداش او چگونه است؟ یک سؤال. سؤال دوم، منظور از اسماء الله که خداوند به حضرت آدم آموخت و فرشتگان هم آگاهان نبودن چیست؟ در عالم برزخ انسان روحه، نه اینکه روح نیست، منتها ارواح انسان ها یک هیئتی دارند که اگر با هم دیگه دیداری داشته باشن به همون هیئت هم دیگر رو میبینن، که میگن قالب مثالی، مثل یک شبه هم نمیشه گفت، مثل تصویری که در آینه ما ببینیم، دقیقا خود او آدم رو تو آینه میبینیم، در حالی که فیزیکی در کار نیست، فقط یک صورته. ما مردگان رو در خواب که میبینیم به یه شکلی میبینیم، گاهی عیناً به شکل خودشون، گاهی با یه کمی تغییر، ولی یه هیئتی دارن. این قالب مثالی است، یعنی فیزیک نیست، جسم مادی نیست، ولی یه هیئت. ارواح طبق بعضی روایات ملاقات میکنن با یکدیگر. در روایتی داره که روح مؤمن رو به دل یا لاقل جمعی رو به درختی در بهشت منتقل میکنن. اینا با هم معنوسن. روح جدیدی که میاد اطراف او رو میگیرن که راجع به بازماندگانشون در دنیا سوال کنن. اول به هم دیگه میگن صبر کنید، انهو قد افلتت من حول عظیم، این از یک حول و حراس بزرگی اومده، صبر کنید. میذارن خستگیشو که گرفت، میان سراغش، میگن ما فعل فلان، ما فعل فلان، راستی فلانی چه کرد، فلانی چی شد. اونایی رو که بگه هنوز زنده بودن که من اومدم، ارتجو رو بهش امید میبرن، میگن خب شاید بعدن به ما ملحق بشه. اگر بگه او که قبل از من مرد، میگن عجب، فقط هوا، پس معلوم میشه که او سقوط کرد که نیاوردنش اینجا. بنابراین یه هیئتی است که یک دیگر رو دیدار میکنن، مگر نه روحه، همون روح در این هیئت مثالی است. نحوه عذاب و پاداش شبیه خوابه. در روایات ما داریم که مرگ چیزی جز همین خوابی که در شبانه روز شما او رو تجربه میکنید نیست. و در خواب ما میبینیم لذت هست، رنج هست، اما به یه سبک دیگری. برزخ هم باید همین گونه باشه. شاید بعضی خوابا دیدی دادم احساس میکنه بیداره، شاید اون مدلی باشه. سوال دوم، منظور از اسماء الله که خداوند به حضرت آدم آموخت و فرشتگان هم نمیدانستن چیست؟ قرآن نمیگه اسماء الله، داره و علم آدم الاسماء کلها. به آدم خداوند اسمها را آموخت، تمام اسمها را. ثم عرضهم علی الملائکه.
بعضی گفتن که اتفاقا من مثلا در تاریخ ابن کثیر میدیدم یه خیلی سالی این مطلب رو که اسم تمام موجودات رو خدا به آدم آمود و در حقیقت دانشی به حضرت آدم داد، حتی اسم سنگ و چوب و نمیدونم حتی اشیاء قبیحه و اینا رو. ولی متن قرآن با این نظر سازگار نیست. روایات ما هم شاید غیر از این رو میگن، لااقل بعضی روایات. ببینید، و علم آدم الاسماء کلها. الاسماء یک قاعده ادبی عربی رو عنایت کنید. در ادبیات عرب گاهی از الفلان به جای ضمیر مضاف الیه قرار میگیرد، که میگن نیابت و عل ان ضمیر مضاف الیه. مثلا در سوره نازعات میفرماید که و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى. کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس رو از هوا باز دارد، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى. بهشت الْمَعْوَى ما ترجمه میکنیم که بهشت جایگاه او خواهد بود. الْمَعْوَى از الف و لامش جای مضاف الیه، یعنی اصلش بوده چی؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَعْوَاهُ. بهشت جایگاه اوست. مَعْوَاهُ هِ رو بر میدارند، به جاش الف و لام میذارن، میشه المعوا. مثالش زیاده در قرآن. حالا من شاید هم بد نماشه اینو دیل نیست. ببینید مثلا بحث مهمی هم هست، صلواتی خواهد اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قاعده هم در متول اومده و هم در اتقان سلوکی. مثلا هست زکریا عرضه می دارد که پاکی می شه ببینیم نکنم با بینیسیم پاکی می شه بعد پاکی می شه از این موجود پاک نمیشه. یعنی دست زکریا عرضه میدارد که رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیب. میگه خدایا سر من و اشتعل الرأس، از شدت پیری سر من داره شعله میکشه، یعنی مثل موهای من دست سفید شده که که شعله میکشه، نور رو میده. خب الرأس که میگن منظورشون چیه؟ رأسی دیگه، با سر دیگری که کاری ندارن. گفتن دو نفر خوابیده بودن، این بغل دستی سر و یکی رو میخوارم، گفت سر من رو میخوارم، بیدارش. گفت سر تو رو میبینم هرچی میخوارم، احساس خوبی به من دست نمیده. حالا حسن زکریا با سر دیگری کاری نداشتن، یه بشت علا رأسی، به جای رأسی میگن الرأس. در الاسماء هم همینطوره. و علم آدم الاسماء، نه اینا پاک نمیشه، پاکه نمیشه. حالا مثل هر کچی اینا هر کاری میکنی بقیه نمو کنم. و علم آدم الاسماء کلها. الاسماء در حقیقت باید باشه اسماء الانبیاء، مثلا اسماء الاولیاء، اسماء هم. الف و لام اومده جای مضاف الیه. ادامه ی آیه بحث رو کاملا روشن میکنه. میگه ثم عرضهم الاسماء کلها. اسماء
ضمیر شهار میشه. بعد میگن ثم عرضهم علی الملائکه، بعد آنها را بر ملائکه عرضه کرد. چه چیزی رو خدا به ملائکه عرضه کرد؟ اسمها رو. اگر اسمها به ملائکه عرضه شده بود، بعد میگفتن ثم عرضها، پس عرضهم یعنی صاحبان اسمها رو بر ملائکه عرضه کرد. اشاراتی در روایات داریم که انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام و چهارده معصوم یا خصوصاً پنجتن مقدس، اینها به صورت انواری بودن که مورد قبطه فرشتگان بودن. به عظمت اونها اینها قبطه میخوردن، اما نمیدونستن اینها چه موجوداتی هم. در زیارت جامعه داریم که خلقکم الله و انوار، خدا شما چهارده نور مقدس رو انواری آفرید. فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکن، شما رو در عرش خودش قرار داد و مستقر کرد تا اینکه بر ما منت گذاشت، شما رو وارد زندگی دنیایی کرد که معلم ما بشه. انشاءالله اگر بحث به مناسبت معاد، بحث تینت و عالم زر رو مطرح کردیم، اونجا این بحث رو بیشتر میشه گوش یه مقداری توضیح داده بشه. ثم عرضهم، صاحبان اسمها رو بر ملائکه عرضه کرد، نه خود اسمها. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، گفت که به من خبر بدید به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، به اسم بگید اسم این جمعیت چیه. اگر میخواست بگه این اسمها رو برای من توضیح بدید، باید میگفتن که انبئونی به هؤلاء الاسماء، نه به اسماء هؤلاء. پس یه جمعیتی او عالم بالا بودن که اونا رو به ملائکه خدا نشون میده و میگه که به من بگید اسم اینها چیه. اسم اینها رو به حضرت آدم آموخته. اینا گفتن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا منزهی تو، ما علمی نداریم مگر آنچه که تو به ما بیاموزی. بعد خطاب کرد به حضرت آدم که قال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، باز نمیگن اسمها رو به اینها بگو، بحث علوم نیست. ببینید متن قرآن رو باید روش دقت کرد، نه بحث علوم نه بحث کل موجودات. فقال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، آدم به ملائکه بگو که اسم این جمعیت چیه. حضرت آدم هم گفت فلما انبعهم به اسمائهم، حضرت آدم وقتی که اسم این موجودات رو به ملائکه گفت، مطلب روشن شد، رمز گشایی شد، چون ملائکه اعتراض کردن. حالا اگه یا حداقل بگیم سوال کردن، اگه بخوام بهشون احترام کنیم، لحن اعتراضه. حالا یا بگیم سوال، گفتن که خدایا اتجعل و فیها من یفسد و فیها، از دخل که دیگه نمیتون مستقر بگذارم، اون باید برای فرمانگه فکر چیز کنم. گفت که ملائکه گفتن که خداوند اعلام کرد به فرشتگان که من میخواهم بشری بیافرینم، در زمین یا جانشین قرار بدم. گفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، در حقیقت یک کمی عبارت تقدیر درشه، حالت احتباک، یعنی دو قسمته. در حقیقت اینطوری میخوام میگن ملائکه که اتجعل و فیها من یسبح بحمدک و یسفک الدماء و یفسد و فیها و یسفک الدماء، تو یه موجودی رو قرار میدی
که گاهی عبادت میکنه، گاهی تسبیح و تقدیس میکنه، گاهی هم فساد و سفیه در ما میکنه. و نحن نصدقه به حمدک ولا نفس و فیها ولا نصف قد ما. کامل کلام اینه، ما تسبیح و تقدیس میکنیم، تو از انسان فسادش که منظورت نیست، نگاهت به تسبیح و تقدیس اینا سوی کاری که ما انجام میدیم، ولی ما فساد نداریم اینا دارن، ما جنبه منفیشو نداریم مثبتشو داریم. برای چی میخوای آدم رو بیافریم؟ برای جانشین قرار بدیم. خداوند اونجا بهش فرمود که علمی اعلم و مالا تعلم، یه چیزایی من میدونم شما نمیدونیم. نگفت حرف شما باطله، نگفت این بشر فساد نمیکنه، نگفت سفک دماغ نمیکنه. کلمه میگن با این که فساد و سفک دماغ هم داره، یه لطفی در این آفرینش. خب بعد این توضیح دادم برای ملائکه، گفتن که آدم اسم این جمعیت رو بده. بعضی از مفسرین این گونه گفتن، آدم گفت که حالا بعضی رو گفتن همه انبیا و اولیا، مثل این نوح از ذریه من هست، این نور مقدس ابراهیم خلیله. بعضی هم که بیشتر به نظر این میاد اینه که ائمه هدا 14 نور مقدس رو معرفی کرد، گفت این نور با عظمتی که شما میبینید این نام او محمد صلی الله علیه محمد و آل محمد. البته حالی یک رو توضیحش دیگه خارج از قرآن میشه، مدار با متن سازگاره به لحاظی که ملائکه بعد از روشن شدن اسما گره کارشون گشوده شد، سوالشون براشون حل شد. این علی مرتضاست، ولی اعظم الهیست و از نسل من هست، قراره بیاد معلم بشه در این کلاس بشری. نه همینطور تا ائمه اون. وقتی ملائکه دیدن که این انوار مقدس قراره در این نسل وارد بشن، دیگه سوالشون حل شد که این خلقت یه خلقتیست که این انوار با عظمت تو این خلقت راه داره و اینا معلمان کلاس هست. به هر حال بحث از اسماء الله نیست، بحث از اسماء اولیاء الهیست. و حالا نظری هم که من بیشتر به نظرم منطبقه هرسی یه صلوات این مهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودید یک رو به نوبه بس تمام بشه هست باشه. اگر آیون میخوان هر روز دیر بیامن دیرتر شروع کنیم. بله خواهش میکنم. یعنی میخواد به اینا بهشتی میشن یا جهنم اینا؟ سوال اینه، سوال بسیار عام نیست، یعنی همه در حقیقت گیر این سوال هستن که مبیش و واقعا هم سوال بسیار جدیه. سوال رو من تکرار میکنم به شرط شما یه صلوات رو میاد کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال اینه که خب دین حق و مذهب حق، این مذهبی است که خداوند امام و حجت رو تعیین کردن و گفتن از او تبعیت کنید. طبیعی است که اگر کسی به دنبال ای کلاس واقعی نره مورد قبول خدا نیست. خب حالا سوال اینه که بقیه مردم چی میشن؟ یه عده‌ای که دشمنند و معاند جهنمی میشن، خب بعد حقشون هست، اونایی که با دین خدا این رو میشناسند و دشمنی میکنند. اما یه عده که نمیدانند تکلیفشون چیه،
ببینید دو تا اصل ما در قرآن و روایات داریم که اینا قابل اقماز نیست. اصل اول اینه تا خداوند بر کسی حجت تمام نکند او را عذاب نخواهد کرد بدون شک. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ظاهرا این آیه در باره عذاب دنیایی است اما مطلق بیان میشه، یعنی شامل عذاب اخروی هم به طریق اولا میشه. ما تا پیغمبر نفرستیم تا حجت تمام نکنیم کسی رو عذاب نمی کنیم. خب این همه مردم دنیا هستن که اینا حجت برشون تمام نیست. حتی خود قرآن میگه یه مدتی مردم بدون نبی بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. در ذیل این آیه، آیه 213 سوره بقره، حدیثی است در جلد دهم بهار صفحه 11 یا برعکس. اونجا مرحوم مجلسی میفرماید که ربا اصحابنا عن الباقر علیه السلام. علمای شیعه از امام باقر این گونه نقل کردن که کانو علا فطرت الله لا مؤمنین ولا زلال. مردم همون با همون فطرت خودشون عمل میکردن. قبل کانت داره که قبل نوح، این مربوط به زمان قبل از نوحه که برای فطرت خودشون عمل میکردن. لا مؤمنین ولا زلال، نه مؤمن بودن نه در یک زلالت خیلی شدید. مؤمن نبودن چون دینی نیومده بود، یا اگر از آدم داشته مربوط به همون زمان بوده بود، قبل از حضرت نوح ظاهرا چیزی نبوده. حالا یه نظر این البته. و یا کافر هم نبودن چون چیزی نبوده که کفر ببرزن. الان هم در دنیا بسیار هم مثلا نوع قبائل و اقوام همینه. کسانی که در دهکوره های آفریقا زندگی میکنن اینا که اسلام بهشون ابلاغ نشون، یعنی اینا جهنمی میشن طبق آیات قرآن نمیشه جهنمی بشن و طبق روایات ما در کلام هم میگن عقاب بلا بیان قبیحه و خدای کارو نمی کنه. پس این یک اصل. اصل دومی داریم و اون این که بهشت جایزه ایمان و عمل صالح. تا کسی ایمان واقعی نداشته باشه و عمل صالح انجام نده بهشتی نخواهد شد، ولو در یه حد قابل قبولی دیگه. ایمان هم باید ایمانی باشه که خدا فعلا میخواد، نه یهودی ها که الان به حضرت موسی ایمان دارن. قرآن یهودیانی که پیغمبر رو شناختند و ایمان نیاوردند میگه کفرو من اهل الکتاب. خب به تورات که ایمان داشتن، ولی قرآن میگه اینا کافرن، خدا کافره به اسلام هم کافره به قرآن. بعد هم میگه اینا جهنمی هم فینار جهنم. اونایی که پیغمبر رو شناختند باز به تورات خودشون عمل میکرد. بنابراین این طرف قضیه هم اگر کسی ایمان به خدا و پیغمبر و معاد و ائمه یهودا تا امام زمان نداشته باشه و عمل صالح انجام نده بهشتی نمیشه. خب ببینید دو تا اصلیه که یک تعارضات جدی ایجاد میکنه. خب چی میشن؟ جمعی که نه مؤمنند و نه در حقیقت کافره به معنای معاند، کافری که فهمیده و کفر ورزیده نیستن، نمیدونن اینا چی میشن. اینا قطعا جهنمی نمیتونن باشن چون حجت برشون تمام نیست. قطعا هم بهشتی نمیتونن باشن چون دوره ندیدن. بهشت جایزه ایمان و عمل صالح. بعضی ها به این ور توجه میکنن، میگن چون جهنمی نیستن پس میرن به بهشت. میگه خب ایمان چی میشه؟ اعمال صالح چی میشه؟ میگه به همون فطرتشون که عمل کردن. میگه مگه خب این کافی بود؟ خدا چرا پیغمبر بفرسته؟ این همه تشکیلات رو انداخته میذاش مردم به فطرت عمل میکنن.
بعضی ها او برای قضیه رو میبینن که برشته نمیشن، میگن همه جهنمی هم. خب این هم نمیشه قطعا. ببینید نه او بری میشه نه این بری. جمعی میمانند که اینها دوره ای که الان اومدن این دوره شون به حساب نمیاد، یعنی سیاهی لشکر در حقیقت. کلاس و درس برای عده ای تشکیل شده. بله عده ای